محمد رضا پهلوی در دوران حکومتش دو مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفت. یک بار در سال 1327 در دانشگاه تهران و مرتبه دوم در سال 1344 در کاخ مرمر. رادیو راوی 15 بهمن 1327 دانشگاه تهران. در این روز شاه برای اعطای دانشنامه تحصیلی به دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران به آنجا رفته بود. در محوطه دانشگاه ناصر فخر آرایی که تصمیمی مهم را در سر می پروراند فقط چند قدم با شاه جوان ایران فاصله داشت. ناصر فخر آرایی متولد 1299 در تهران بود. او سال 27 با حزب توده ارتباط گرفت. از طرفی با گردانندگان روزنامه پرچم اسلام که متعلق به فقیهی شیرازی داماد آیت الله کاشانی بود هم ارتباط برقرار نمود. این تحریکات باعث شد تا او تصمیم به ترور شاه بگیرد. ساعت 3 بعد از ظهر شاه به طرف پله‌هایی که به در اصلی دانشکده حقوق منتهی می‌شد به راه افتاد. تمام عکاسان شروع به عکس گرفتن کردند. ناصر فخر آرایی که با هیئت خبرنگار روزنامه پرچم اسلام به مراسم راه یافته و پای پله‌های دانشکده به انتظار ایستاده بود، به محض اینکه شاه را در نزدیکی خودش دید، از پشت دوربین خود سلاح کمری کوچکی را بیرون آورد و شروع به تیراندازی کرد. با آنکه فاصله او با شاه کمتر از 2 متر بود، ولی اولین تیر به کلاه شاه خورد. تیر دوم هم به بالای لبش برخورد کرد و خون جاری شد. شاه بدون اینکه از جایش تکان بخورد، حرکاتی می کرد و بدنش را به طرف چپ و راست خم می کرد. تیرهای بعدی به پشت او خورد که فقط لباسش را سوراخ کرد. فخر آرایی وقتی ماشه را برای شلیک تیر ششم و آخر کشید، گلوله در لوله گیر کرد. هرچند که شاه داد زد که او را زنده بگیرید، ولی سرتیپ صفاری رئیس شهربانی وقت به ناصر فخر آرایی تیراندازی کرد و او نقش بر زمین شد. ناصر فخر آرایی در دم جان خود را از دست داد، اما شاه در این حادثه آسیبی جدی ندید و برای پانسمان به بیمارستان شماره 2 ارتش انتقال یافت. محمد رضا که عادت نداشت سبیل بگذارد، برای پوشیده ماندن جای گلوله در پشت لبش ناچار شد بیش از 1 سال سبیل بگذارد. بدین ترتیب واقعه‌ای که در 15 بهمن 27 رخ داد باعث شد تا پس از آن فضای سیاسی ایران در مسیر دیگری حرکت کند. در زمینه مسببین ترور شاه چند روایت مطرح شد. یکی از این روایت‌ها ترور شاه را نتیجه جنگ درونی قدرت میان شاه و رزمارا می‌داند و روایت دیگر که روایت رسمی حکومت نیز بود، ترور شاه را نتیجه توطئه و دسیسه حزب توده و البته حامیان آیت الله کاشانی می‌دانست. دومین ترور ناکام محمد رضا شاه در حالی رخ داد که مدت زمان زیادی از ترور موفق نخست وزیر ایران نگذشته بود. روز 1 بهمن 43 حسن علی منصور نخست وزیر وقت ایران در مقابل مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی از نزدیکان نواب صفوی ترور شد. 21 فروردین ماه سال 1344 کاخ مرمر تهران، دفتر کار و محل اقامت محمد رضا پهلوی. اتومبیل شاه وارد کاخ می شود. سرباز وظیفه‌ای به نام رضا شمس‌آبادی که یکی از افراد گارد سلطنتی و مأمور نگهبانی کاخ مرمر بود، محمد رضا پهلوی را هنگام پیاده شدن از اتومبیلش در مقابل سرسرای کاخ به رگبار مسلسل بست. شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رساند، اما 2 تن از محافظان او مورد اصابت گلوله شمس‌آبادی قرار گرفتند و کشته شدند.
خود شمس‌آبادی نیز با گلوله گروهبان اصلانی کشته شد. فرح پهلوی خاطره آن روز را چنین تعریف می کند: روز 21 فروردین ماه سال 44 که اولین سال ولادت فرهناز و 3.5 سال رضا را جشن می گرفتیم، همسر و پسرم به طرز معجزه آسایی از یک سوء قصد جان سالم به در بردند. پسرم هر روز صبح پادشاه را تا دفتر او در کاخ همراهی می کرد و عادت داشتند دست در دست هم پیاده این راه را طی کنند. صبح 21 فروردین رضا استثناءً پدرش را همراهی نکرد، زیرا قرار بود به خواست مربی خودش از شاگرد جدیدی که به مدرسه کاخ می آمد استقبال کند. بنابراین پادشاه به رغم کوتاهی راه با اتومبیل به کاخ مرمر رفت. همین که به کاخ رسید، یکی از سربازانی که نگهبانی کاخ را به عهده داشت به سوی اتومبیل تیراندازی کرد. دولت در مورد حادثه کاخ مرمر 14 تن را به اتهام کوشش در انجام سوء قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه کرد. میانگین سن دستگیر شدگان 27 سال بود. همگی به خانواده‌های متوسط تعلق داشتند. پیکر رضا شمس‌آبادی در مکانی نامعلوم به خاک سپرده شد تا نشانی از او باقی نماند. سنگ یادبود وی در شهر نوشاباد در جوار امامزاده محمد ابن زید ابن حسن مجتبی قرار گرفته است.